نماز جمعه کار بیهوده ایست؟ میخوام ببینم نماز جمعه کسی میتونه بره نماز جمعه؟ یعنی کلن ثواب داره نماز جمعه؟ بعید از ثواب داشته باشه این نماز جمعه؟ نه نه اینا برادر عزیز من اینا درست نیست. بعید از ثواب داشته باشه این نماز جمعه؟ نه نه اینا برادر عزیز من اینا درست نیست. تو قرآن بگه نعمده است نماز جمعه تو قرآن؟ اون در زمان امام معصوم علیه السلام در عصر ظهور انشاءالله. خب در عصر ظهور وقتی حضرت ظهور کردن نماز جمعه واجب میشه. این آخوند رافضی نه تنها وجوب اقامه نماز جمعه را انکار می کند، بلکه می گوید که خواندن نماز جمعه حتی ثواب هم ندارد، چه برسد به اینکه واجب باشد. الله متعال درباره نماز جمعه می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون در روز جمعه برای نماز ندا داده شد، به یاد الله بشتابید و خرید و فروش را رها کنید، اگر بدانید این برایتان بهتر است. قرآن کریم با صراحت و قاطعیت و بدون قید و شرط نماز جمعه را مشروعیت بخشیده و آن را بر همه کسانی که به الله متعال و پیامبر و قرآن کریم ایمان دارند تا قیام قیامت واجب نموده است. امام علی رضی الله عنه در نامه‌ای که به الحارث الحمدانی نوشت در مورد روز جمعه به او فرمود: ولا تسافر فی یوم جمعه حتی تشهد الصلاة إلا فاصلا في سبيل الله أو في أمر تعذر به. در روز جمعه به سفر نرو تا در نماز حضور یابی، مگر آنکه برای جهاد در راه الله بروی و یا به کاری بروی که چاره ای جز رفتن نیست. نهج البلاغه نامه 69. با وجود این نصوص صریح و غیر مقید از قرآن کریم و از امام علی رضی الله عنه دیگر چه جایی برای اجتهاد میماند و تعطیل کردن نماز جمعه تا ظهور امام زمان خیالی که اصلاً وجود ندارد و ظهور هم نخواهد کرد چه توجیهی دارد؟ جالب است بدانید که بسیاری از فقهای شیعه اقامه نماز جمعه در دوران غیبت امام به اصطلاح معصوم را جایز نمی‌دانند و این گونه شاگردان عبدالله ابن سبعی یهودی سالیان متمادی شیعیان را از این عبادت عظیم محروم نگه داشتند. اولین نماز جمعه بعد از انقلاب خمینی به امامت آیت الله سید محمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد و قبل از آن نماز جمعه در ایران رونقی نداشت. انجام مرداد 1358 پایگاه علم و معرفت دانشگاه تهران، نخستین خطبه های نماز جمعه پایتخت به امامت ابوذر زمان مرحوم آیت الله طالقانی. در اون روزی که شما آماده شدید که سینه سپر کنید و خودتون رو در مقابل گلوله قرار بدهید، بزرگترین و عظیمترین کار تاریخ رو کردید. اما متاسفانه بعد از انقلاب هم از نماز جمعه به عنوان منبری برای کوبیدن مخالفین نظام سیاسی استفاده شده است. خب حالا فعلا این روسیاهان الان محبوس شدن در خانه خودشون، تو خانه خودشون امکاناتشون رو دارن، وسائل زندگیشون دارن، تلویزیونشون رو دارن، رفاهیاتشون رو دارن، منتهاش در خانه خودشون محدود هستن. که اگر نبود رأفت اسلامی، رأفت فوق العاده اسلامی، اینا باید اعدام می شدن. اینا